همراه میشیم با فرزاد سیفیکاران، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه رادیو زمانه از آمستردام. خیلی خوش آمدید آقای سیفیکاران. خب گزارشی که از رئیس پلیس تهران داریم با گزارش‌هایی که خانواده مهسا و کسانی که اونجا حضور داشتن متفاوت هستش. ارزیابی شما از همین گزارش‌ها و تصاویری که رسیده چیه؟ خب ما باید چند نکته رو مد نظر قرار بدیم. ابتدا اینکه خانواده زنده یاد مهسا امینی از لحظه اول وقتی که این اخبار منتشر شد تاکید داشتن که دختر اونها کاملا سالم بوده، هیچ گونه بیماری‌های زمینه‌ای در رابطه با بیماری‌های قلبی یا سر نداشته و این تاکید اونها تا همین لحظه هم ادامه داشته. اما با وجود اینکه خانواده صریحا همه ادعاهای مسئولان رو تکذیب کردن و صریحا هم از روز اول اعلام کرده بودن که دختر اونها هیچ گونه بیماری نداشته، اما مقام های مسئول بعد به طور مشخص نیروی انتظامی همچنان تأکید دارن که در واقع اونها هیچ خطایی انجام ندادن، بلکه مرگ خانم مهسا امینی در اثر ایست قلبی بوده. اما خب این یک شیوه بسیار شایع و مسبوع به سابقه هست در جمهوری اسلامی. ما باید سابقه چنین رفتارهایی رو در نظر بگیریم. برای مثال دو سال پیش در سال 1399 ما مرگ مهداد تالشی شهروند اهل دیواندر رو در تهران داشتیم که وقتی که بازداشت شد و ایشون رو به پلیس آگاهی شاپور که یکی از پلیس آگاهی بسیار بدنام در ایران هست و به رفتار بسیار خشونت‌آمیز با بازداشت شدگان مشهور بردن، سریعاً ایشون هم متأسفانه جانشون رو از دست دادن و خانواده با وجود اینکه تأکید داشتن ایشون هم در اثر ضرب و شتم جان باختن، اما نیروی انتظامی و پزشکی قانونی مرگ ایشون رو ایست قلبی اعلام کرد. موارد این چنینی زیاد هست و هیچ وقت حاضر به پذیرش این اشتباه نیستن. ما میتونیم از هواپیمای اوکراینی نام ببریم. دیدیم که سه روز تمام مقام‌های جمهوری اسلامی تماماً با وجود اینکه از لحظه اول اطلاع داشتن از موضوع اما انکار کردن. درباره آبان 98 الان که سه سال از این فاجعه بزرگ میگذره همچنان هیچگونه مسئولیت پذیری در قبالش نداشتن، حتی در حد این که ما بدونیم که آمار دقیق جانباخته‌های این اعتراض چی بوده. به همین خاطر در اینجا ما با یک روند کاملاً آگاهانه برای سرپوش گذاشتن روی موضوع و شانه خالی کردن مسئولان روبرو هستیم. خب ابراهیم رئیسی قبل از این که به آمریکا بره میبینیم که در صحبت‌هایی که داشته گفته زنان ایرانی خودشون حجاب رو رعایت میکنن، یعنی منکر حجاب اجباری به نوعی شده، و از طرف دیگه رئیس قوه قضاییه گفته که این پرونده رو پیگیری میکنه، اما از طرف دیگه اومده معترضان رو تهدید کرده. از یابی شما از واکنش دو مقام بالا رتبه جمهوری اسلامی چیه؟ خب این رو هم باز به نظر من باید در همین راستای عدم مسئولیت پذیری دید و سنجید. برای مثال آقای رئیسی دیروز با شبکه CBC آمریکا هم یک مصاحبه مفصل داشتن و وقتی که روزنامه نگار درباره اعدام‌های دهه 60 از ایشون سوال می‌کنه میگه ما کاری رو متناسب با رفتار اونها انجام دادیم، یعنی منظورش اعدام زندانیان سیاسی هست. خب این باز هم مشخصه که الان اگرچه کمی با حالت تلطیف‌تری سعی می‌کنن نسبت به موضوع صحبت بکنن، اما کاملا ما همچنان یک تقابل کاملا آشکار رو در سوی جمهوری اسلامی با معترضان به حجاب اجباری یعنی زنان و نیمی از جامعه شاهد هستیم. این به یک تقابل و زورآزمایی تبدیل شده و ما میدونیم که به هیچ عنوان حاضر نیستن در رابطه با این موضوع جمهوری اسلامی کوتاه بیاد. در حقیقت آنچه که مشخصه، ما اگر روند شکل‌گیری حجاب رو در جمهوری اسلامی در نظر بگیریم به یکی از ارکان اصلی حکومت میرسیم که هر گونه انعطاف‌پذیری در برابر اون مساوی هست با در واقع انعطاف پذیری درباره برای بسیاری از مشکلات دیگه‌ای که جامعه ایران و در قبال اون اعتراض دارن. به همین خاطر همچنان تهدیدها ادامه داره. ما در سالهای گذشته از دی ماه 96 به این سو مجموعه گسترده از اعتراض ها رو شاهد بودیم که همه اونها به فاصله کوتاهی به صورت سیستماتیک و هماهنگ شده با سرکوب، خشونت، تیراندازی به سمت معترضان، بازداشت گسترده فعالان و شهروندان واجه بوده و خب طبیعی هست این واکنش ها و میدونیم که همچنان نباید انتظار داشت که شفافیت و یا در واقع رفتار مسئولانه در قبال این اتفاق ها رو شاهد باشیم. متشکرم از توضیحات شما فرزاد سیفیکاران، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه رادیو زمانه از آمستردام.